یک تاجر بود میگد در دوره های خلافت حضرت عمر تاجری میکرد و زنی داشت میگد روز مادر همین تاجر خانه فرزند با یک امید آمد با امید آنی که البته مادر و پدر شما فراموش نکنید که نفقه اونها را رسانیدن چه از لباس چه از شکم به او در گردن فرزند است. این مادر میگه با همین امید خانه همین فرزند شامد. این فرزند تاجر بود، مالدار بود، پولدار بود، تا جایی که فرزند خود رفته خانه مادر یا پدر خبر بگیرد برای اونها از مال ثروت داشتگیش ادا کند تا که در مال او در عمر او برکات شود. این مادر بیچاره چکار کرد؟ خسته خانه فرزند آمد. امروز بسیار از این گونه فرزندهایی که مادر اونها را خبر میگیرد نه فرزند، حالا که حق خبرگیری فرزندها دارند نه پدر و مادر. آمد میگد در خانه داخل شد، گفت فرزند گفت گرسنه ماندم، چیزی در خانه نیست، نزد شما آمدم، آما مادر تو بودیم، تو را به دنیا آوردیم و تو را تربیه کردیم، از نعمتهای خدا تو را محروم نساختیم، همه حالت از حال تو من خبرگیر بودم، تو از اینها درکدار هستی، اگر چیزی باشد برای نفقه بر من نصیب بگردان. این زن نزد این تاجر یعنی شوهرش گفت مادر تو هر روز که خانه ما و شما می آید و دائم از خانه ما و شما طلب دارد، راستی بار از دست این مادر تو ما مانده شدی، چی می شود که این از همین خانه محروم بسازی؟ این فرزندی که البته ناقابل بود، فرزندی بگیم از احکام ارکان خدا که درک نداشت، نمی دانست که پدر و مادر حکمش از هزار زن بالاتر است، در حال به گفته همین زنی خود آمد و مادر از خانه خود چکار کرد؟ پیش کرد، گو مادر دیگر در این خانه من تو را دیگر نبینم، از خانه بیرون شد. دوره های خلافت حضرت عمر بود. این مادر میگه در نزد همان فرزند خود دستش برداشت و پروردگار را گفت من میدانم که تو صدای مادر و پدر را میشنوی، من دعا میکنم که خدای همین فرزند مرا در یگان مصیبت و مشکلات گرفتار کن. و از خانه میگه با چشم های گریان و با یک دست خالی میگد به سوی خانهش روانه شد. دیری نگذشته این تاجر میگد مادامی که تجارت داشت از خانه بیرون شد و به تجارت رفت. در اثنای راه میگد چی سببی شد که رفیقانش میگد از این تاجر جدا شدن. اونها پیش و پیش رفتن و این تاجر در اثنای راه باقی ماند. به ناگاه میگد یک گروه میگد از راهزنهای همون زمانه میگد نزد این تاجر حاضر شدند و آن چیزی که در بدنش داشت همه پیسه و مال و ملکی او را گرفتند. بزمی ای گفتند چیکار کردند؟ دست های این تاجر میگه قطع کردند و در پیشش میگه گذاشتند و همه میگه هر طرف رهسپار شدند. این غضب خدا بود، این دعای مادر بود. این فرزند میگه دست های خدا میگه در یک لطه میگه پیچان و با یک حال زار گریان میگد به همان ملک میگد داخل شد. وقتی که به مادر میگه این سخن رسید و این صدا رسید، مادر که یک کان رحم است البته به فرزند همون ناخوب و ناقابلش میسوزد، وقتی شنید که فرزندش در این احوال گرفتار است میگد خیلی نزد فرزند آمد تا جای فرزند از او بخشش طلب کند. بخشش میطلبید که فرزند من همان روز من از تو ناریزا شدم، شاید که همان زمان دعای من در نزد خدا اجابت خدا دریافت کرد و تو بر همین بلا مبتلا شدی، خاک بر سری مادری تو گفته باز کچه این مادر دعا میکرد. و این تاجر باشد میگفت که من حس کردم، مادر گفت اون زمان که تو از خانه بیرون شدی دلی خود من خیلی و خیلی غمگین شد و
و فکر کردم که بسر من یکان بلای البته آمدنی هست. من انا حاصلش گفت الحال دیده این ساله. این مادر چکار کرد میگد؟ شبی دراز میگد این فرزند داد میگفت اوف بگر. طبیب ها حاضر کردن و دعا میکرد که خدایا همین فرزندی من را سالم بگردان، همین فرزندی من را سلامت بگردان. البته آن چیزی را که خدای ما و شما بخواهد او چی میشود؟ او اجرا میشود. رسول اکرم میگوید ثلاث دعوات مستجابتون، سه دعای هست که دعای اینها رد نشونده هستند، دعای اینها را خدا میشنود، نزد دعای اینها هیچ پرده ای نیست، دعای اینها قبول میشود. یکی دعای جهاز دعوت المسافر و دعوت المظلوم و دعوت الوالد للولد. رسول الله گفتند یکمش دعای مسافر است، کسی مسافر باشد در خاندان ما و شما اگر مهمان شود دعای را حتمی شما چکار کنید؟ دعای را بگیرید که رسول اکرم گفتند دعای مسافر قبول است. دویم دعای مظلوم، کسی که بیچاره است، کسی که نارسایی ها دارد، کسی که خار است، کسی فقیر است، خیلی مشکلات قطعی زندگی دارد و این مظلوم است، دعای او را ما و شما چکار کنیم؟ دریاب کنیم، دعای او را بگیریم، انشاءالله در نزد خدا ما و شما چی میشیم؟ به دعای اون کس سربلند میگردیم. و سیوم دعایی که پیغمبر گفتن قبول است، این دعای پدر و مادر در نزد خدا است. حتی پیغمبر گفتن لا شک فیهن، هیچ شک در قبول این سه دعا در نزد خدا نیست. مادر دعا کردن میگد این فرزند چکار کرد؟ به اصل پیشینه خود مبدل گشت. لکن یک عبرت برای ما و شما از این قصه ها باید که حاصل شود.